چجوریه ما نمیتونیم تو صنعت خودروسازی پیشرفت کنیم و هنوز باید یک خودرو؟ من یه سوال از شما میپرسم. شما یه قرص جوشان ایرانی ویتامین C با یه قرص جوشان ویتامین C خارج بگیرید بندازین توی آب، مافیاست، مافیا داروه، خودرو مافیا داره. بله 100% مافیا داره. قانون آزادسازی واردات خودرو میگه اولا خودروهای زیر 20000 دلار، یعنی سوناتا، اپتیما، سانتافه، اسپورتج، توسام، کرولا، نمیدونم و و و و و و اینها هیچ کدوم نمیتونه وارد شه. برگردیم سال 92، موقعی که جلوی واردات خودروی بالای 2500 سی‌سی با یک استدلال مضحک گرفتن. چه اتفاقی افتاد واسه لندکروز؟ هر کالایی که جلوی وارداتش گرفته بشه ارزش قطع بشه، تقاضا براش میره بالا. پس این کشور کی صنعتی بشه؟ خودروسازی این کشور فکر میکنه با جلوگیری از واردات، پس تو این همه سالی که واردات انجام شد ما به کجا رسیدیم؟ ما اومدیم آقا ببخشید یه دونه صندوق به 206 اضافه کردیم، فکر میکنم عددی که اگر درست تو ذهنم باشه 200 میلیون دلار هزینه کردیم برای اضافه کردن یک صندوق به 206، ساخت پلتفرم هیوندای سوناتا که یک تحول بزرگ برای شرکت هیوندای بود 280 میلیون دلار، یعنی کمتر از هزینه‌ای که ما واسه صندوق 206 کردیم، اونا یک پلتفرم طراحی کردن.